سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، شما عزیزانی که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن نیمه ابری همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. واشنگتن که گفته می شود پایتخت سیاسی جهان است، از نگاه یا نگاه های در ارتباط با حکومت ایران، در ارتباط با برنامه هسته‌ای حکومت فقیه در واشنگتن چه می‌گذرد؟ آنچه که در وین در جریان بوده و هست و پیامدهای انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز، انگشت اتهام از سوی مسئولان جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل شده است و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای چه به ایران رفت و سفر و دیدار و ملاقات او با مسئولان حکومت فقیه چه پیامدهایی برای ایران و مردم ایران داشته است. همزمان با تاخت و تاز کرونا در ایران، گسترش فقر نیز یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی، سفره مردم ایران رو خالی تر از پیش ساخته است، بی آنکه برنامه حتی برای عرضه واکسن کرونا ارائه شده باشد یا چاره ای برای بیماری های گوناگون دیگر که در ایران رواج دارد. مهمان امشب تفسیر خبر آقای امیر طاهری، روزنامه نگار و سردبیر پیشین کیهان چاپ تهران، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. اما پیش از آغاز گفتگو به عراق میریم و کارگران و بازنشستگان با سفره‌ای خالی تا لحظات دیگر. سفره نشون بده ببین، خدایی سفره خالیه. آقای طاهری عزیز خوش آمدید. خوش میکنم، خیلی خوشبختم که باز با هم صحبت. ممنون از اینکه با ما هستید. آقای طاهری گرامی، شما سفرهای بسیار کردید، کشورهای بسیار دیدید، حکومتهای بسیاری رو به دقت زیر ذره‌بین قرار دادید، برنامه‌های حکومت‌ها رو چه در خاورمیانه چه در اروپا جاهای دیگه. اما از همین سفره خالی مردم عراق، کارگران عراق آغاز کنیم. بازنشستگان، وقتی یک وضعیت به جایی میرسه که پول بازنشستگان رو هم نمیدن، چه در تهران چه در عراق و جای دیگه، و بعدم حتی طلبکار میشن، میگن خب کار نمیکنن، ما چرا باید بهشون پول بدیم، حقوق بدیم، پول خود همون آدم ها رو، این نشونه چی هست؟ یعنی وضعیت به کجا رسیده؟ اونها که حکومت میکنن در چه وضعیتی قرار دارن؟ از شما میشنم. ببینید، آنهایی هستند ولی به نظر من حکومت نمیکنن، چون حکومت به معنای متعارفش این است که یه مکانیزمی باشه که بتونه یه تصمیماتی رو بگیره و این تصمیمات رو اجرا بکنه. حالا ممکنه این تصمیمات خوب باشه، این تصمیمات بد باشه. در جمهوری اسلامی در حال حاضر چنین مکانیزمی وجود نداره، یعنی هر کسی ساز خودش رو میزنه و ایران تبدیل شده به یک کشتی بدون ناخدا در یک دریای طوفانی. به همین جهت واقعا وضع ما یک وضع تراژیکی الان هستش. ببینید، این ناراحتی هایی که مردم ایران دارند، این بلایی که داره سرشون میاد، کاملا غیر لازم هست. برای اینکه میدونید ایران جایی نیست که مردمش گرسنه باشن. یعنی آخرین قحطی که ما در ایران داشتیم سال 1943 میلادی بود، در دوران اشغال ایران به وسیله متفقین.
که محصولات غذایی کشاورزی ایران رو می‌خریدن می‌دادن به روسیه که با آلمان به جنگ. ولی بعد از اون ما دیگه در یه همچه وضعی نبودیم، در حالی کشورهای دیگه هند، چین و بسیار کشورهای آفریقایی این تجربه رو داشتن. از نظر پرداخت و حقوق بازنشستگان هم ایران میشه گفت که بعد از ژاپن اولین کشور آسیایی بود که ساخت و ساز لازم برای بازنشستگی رو ترتیب داد و در طی بیش از 30 سال، بیش از 3 دهه این قرارداد رو پذیرفت و ادامه داد. متاسفانه جمهوری اسلامی همه اینا رو به هم زد. ولی واقعا حکومت تعریف ناپذیریست. تجربه ایست یک سرش به آسمان و ملکوت وصله، پاسخگونیست. علی خامنه‌ای سر دیگهش به یک دموکراسی مندرآوردی جنتی و اساس انتخابات و اینها، که این تجربه تو در خود تاریخ اسلام هم وجود نداشته. اما یه همچین مجموعه آقای طاهری عزیز در پی استفاده اونطور که ادعا میکنن مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای هست برای بیماران و بیمارستان، بارها گفتن تو آدم‌های ظاهراً تحصیل کرده و یا نسبتاً تحصیل کرده مثل محمد جواد ظریف و بقیه که باور کردنی نیست قطعاً. اون چیزی که رخ داده رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ اینکه انگوش اتهام متوجه اسرائیل شده، منابع اسرائیلی کم و بیش تایید کردن و منابع دیگری، نگاه شما رو جویا هستیم. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یک طرف این رویداد، یک طرف مذاکرات وین. ببینید، بر این سوالی که کردین دو جنبه داره، یکی برنامه هسته‌ای است، یکی جریانات اخیر نتنز است. مسئله هسته‌ای به دو قسمت تقسیم میشه. یکی مسئله انرژی هسته‌ای است که با استفاده از تکنولوژی هسته‌ای برق تولید بکنه. در حال حاضر جمهوری اسلامی فقط یه نیروگاه هسته‌ای داره در بوشهر که اونم غالبا تعطیل است و به نظر من عمر طبیعیش به پایان رسیده و الان بایستی یواش یواش آماده بشن برای که جمعش بکنن. و در این حال اون سوختی رو که، یعنی اون اورانیوم غنی شده ای رو که برای سوخت این نیروگاه لازم هست، سازنده نیروگاه که روس اتم هست، شرکت روسی، تا آخر عمر این نیروگاه تعهد کرد که تامین کنه. بنابراین اون اورانیومی که جمهوری اسلامی غنی میکنه قابل استفاده در بوشهر نیست. بنابراین از این نظر ما هیچ احتیاجی به غنی کردن اورانیوم نداریم. میمونه استفاده از اورانیوم برای مسائل پزشکی و غیره، یه چیزی در حدود 200 کیلو در سال که اونم سالهای سال، اینه از 1958 میلاد، یعنی از موقعی که این مرکز یا ریاکتور امیرآباد در زمان شاه شروع شد همیشه تأمین شده بوده و هیچ مسئله ای نیست. بنابراین این اورانیومی که اینا غنی میکنن یا برای هیچ یا برای رفتن به طرف یک بمب اتمی است یا یک سلاح اتمی یا یک کلاهک اتمی، که در اون صورت بایستی وسایل حمل این کلاهک هم وجود داشته باشه، دکترین دفاعیش روشن باشه، که اینا هیچ کدوم معلوم نیست. در نتیجه این مسئله غنی کردن اورانیوم تبدیل شده به یه سمبولی برای مقاومت و ضدیت با آمریکا و غیره، و مبالغ هنگفتی از ثروت ایران بیهوده صرف شده در اینجا برای اینکه این اورانیوم رو غنی بکنیم، که میدونید اگه بخوایم برای بمب ازش استفاده بکنید بازم بعد از یه مدتی نمیتونید ازش استفاده کنید، چون به هر حال فاسد میشه. بنابراین واقعا من نمیفهمم منطقه چیه، ولی خب مدت هاست که من تصمیم گرفتم که در کارهای جمهوری اسلامی منطقی وجود نداره. یعنی نمیشه گفت، ببینید، موضوع خوب بودن یا بد بودن نیست، موضوع بیمنطق بودن کامل این رژیم است. در مورد حمله به نتنز هم به فرض اینکه هم اسرائیل در این کار شرکت داشته، خب شما چه انتظاری دارید؟ شما میگید ما با اسرائیل در جنگ هستیم، میخواییم از صحنه روزگار حذفش بکنیم، اونا از خودشون دفاع میکنن، شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. این وضعیت خطیر موجود ایران است. بله، صحبت نیروگاه امیرآباد کردید آقای طاهری، ما رو بردید به سالهای پیش، دهه 40
ایرانی 1348-49 ما در اولین کوچه، یعنی نخستین کوچه بسیار نزدیک به همین نیروگاه در زمان دانشجویی آپارتمانی داشتیم، کوچه ابتهاج که الان پره، اون موقع خونه ای هم اونجا نبود، ولی به هر حال به جز چند تایی. آقای طاهری، گفته میشه که اینها به دنبال این هستن که به بمب اتمی دست پیدا کنن، و چنانچه بمب اتمی به اصطلاح دست پیدا کنن تضمین کردن بقای حکومت رو. آیا واقعا حکومت ها با بمب اتمی هست که میمونه؟ شوروی صاحب بمب‌های اتمی بسیار بود. به هیچ وجه. و میدونید اینو موضوع رو دیدیم، خود الان اشاره کردیم به اتحاد شوروی. اتحاد شوروی بزرگترین ذرات‌خانه اتمی رو داشت، ولی در عرض چند ساعت سقوط کرد فقط. یعنی اون تضادهای درونیش، اون نخوندنش با روزگار امروز، یعنی میدونید یه آدم هایی هستن که بهشون میگین شما عوضی هستین، یه رژیم هایی هم هستن که عوضی هستن، نمیخورن، ناجورن، از بین رفتن. ببینید، من مسئله سلاح هسته‌ای یه مسئله فنی فقط نیستش، یه مسئله سیاسی و دکترینی هم هستش. هر این نقطه کشوری رو که دارای سلاح هسته‌ای هستن اگه نگاه بکنین، هر کدوم به یه دلیلی و به یه شکلی دنبال این کار رفتن، و کاری که کردن چه خوب چه یا بد یه معنی لااقل داره. در مورد ایران هیچ معنی نداره، برای اینکه ما فرض کنیم که بمب اتمی داریم، میخواییم با کی جنگ بکنیم؟ روسیه رو میخواییم بزنیم که بیشتر از ما سلاح‌های هسته‌ای داره، میزنه داغونون بکنیم. پاکستان رو میخواییم برای چی این کار رو بکنیم؟ هند میخواییم، چین میخواییم، آمریکا میخواییم، به هر حال از ما قوی تر. اسرائیل رو میخواییم نابود بکنیم. اسرائیل یه کشور بسیار کوچیکیه، 1/88 ایرانه. اگه سلاح هسته ای علیهش به کار ببریم، بعد رفقای عرب و مسلمونمون رو هم نابود میکنیم. میدونی یعنی واقعا معنای این کار به هیچ وجه معلوم نیست. و از همه مهمتر اینه که این مسئله هیچ بحث نشده. چرا آقای خامنه‌ای نمیاد تو تلویزیون بگه ما این پولا رو داریم خرج میکنیم، این کارا رو که میکنیم؟ این فواید هم داره، باید پاسخگو باشه ایشون اگر تصمیم گیرنده است. حالا من مطمئن نیستم که ایشون هم تصمیم گیرنده است، یعنی چنون قاراش میشی در جمهوری اسلامی است که معلوم نیستن کی به کیه، ولی به هر حال این موضوع هیچ وقت بحث نشده، حتی در مجلس خودشون، حتی در هیئت وزرای خودشون، در وسایل ارتباط جمعی خودشون. وقتی من میشه همچی چیزی؟ شما میبینین در بدترین رژیم ها ساده ترین مسائل رو هم به هر حال بحث میکنن، حالا بعضیا محدودتر، بعضیا وسیع‌تر، ولی ما هیچی، سکوت مطلق. مثل اینکه اصلا این 80 چند میلیون ایرانی داخل آدم نیستن. خب شما همونطور که خودتون در آغاز اشاره کردین، بارها هم در تفسیر خبر گفته شده، اینکه این حکومت تعریف پذیر نیست، رفتارش هم مانند همه بقیه حکومت‌ها، حتی حکومت‌های مستبد در این ور اون ور دنیا هم نیست. بنابراین هیچ توضیح رو اونم رهبرش که خودشو فهم در برابر خدا مسئول میدونه. اما یک نکته هست آقای طاهری این وسط، یا نکات بسیاری در این وسط که گفته میشه، حتی خود مسئولان جمهوری اسلامی از به اصطلاح شریعت مداری در کیهانی که شما سالها سردبیرش بودید و به اصطلاح روزنامه پرتیراژ ایران بود، از اون گرفته تا محسن رضایی گرفته، از فرماندهان سپاه پاسداران، که این وضعیت سازمانهای اطلاعاتی دچار اشکال هست و عوامل دشمن در اونها رخنه کرده و اینها، که بسیار هست، یعنی بسیار در جاهای مختلف این صحبت شده و نشونهاش هم هست، یکی این هست. یک نکته دیگه این که این نظر هم وجود داره که خیلی ها دنبال این وضعیت هستن، از قبیل به اصطلاح از طریق همین عوامل دشمن و بقیه و این سیاست ها رو پیش بردن برای اینکه به هدف های در منطقه دست پیدا کنن. همین الان بالای 20 میلیارد دلار موافقت شده سلاح به امارات فروختن، نزدیکی اعراب و اسرائیل رو ناشی از همه اینها، ناشی از سیاست های یا اقدامات اتمی جمهوری اسلامی میدونم بقیه. این نظرات وجود داره، با اینها چطور شما برخورد میکنید؟ ببینید این موضوعات رو کسانی پیش میارن که میخوان رفتار جمهوری اسلامی رو توجیه بکنن،
و به نظر من این درست نیستش. یعنی جمهوری اسلامی به درسته که سرگرم آشوبگری است، میخواد انقلاب صادر بکنه، کارهای تروریستی انجام میده، در اموری کشورهای دیگه دخالت میکنه، ولی تعیین کننده اصلی مسئله در منطقه خاورمیانه نیست. خودش خیال میکنه هست، ولی در واقع اینطوری نیستش. بعد خرید اسلحه منحصر به منطقه ما نیستش. مثلا اندونزی یکی از بزرگترین خریداران اسلحه در دنیاست، برزیل همین، بریتانیای کبیر اخیراً با سفارش دادن زیردریایی های اتمی به آمریکا یک معامله بسیار بزرگ انجام داده. نمیشه گفت که همه اینا به خاطر مسائل ایران هست. البته میدونید جمهوری اسلامی برای اینکه خودش بزرگ نشون بده میگه که بله من هستم که فلان بهمان کردن. من فکر میکنم که اگر ما خودمون نظرمون رو یا افکارمون رو متمرکز بکنیم روی بیمنطق بودن جمهوری اسلامی، میدونید خوب یا بد بودنش یه مسئله جداگونه است. یعنی یک رژیمی است که خودش هم نمیدونه چی میخواد، خودش هم نمیدونه کجا میخواد بره، دور خودش میخواد. خب همین آقای طاهری میبخشید، درست همینجاست. یعنی چون این بیمنطقی حاصل عملکرد یا هر چه که هست، این عملکرد از سر بیمنطقی هست، هر چه که هست نتیجه این عملکرد ارزیابی میشه که به اینجا خط شد. یعنی امارات متحده عربی، امارات عربی متحده و بقیه کشورهای عرب این همه اسلحه خریدن، یا اتفاقات دیگه ای که افتاده، این دشمن مشترکی که به وجود اومده جمهوری اسلامی برای عرب و اسرائیل که به واقع همین احساس نگرانی و خطر رو هر دو به یک میزان دارن، این نتیجه همین بیمنطقی است. هر عنوان دیگه ای بهش بدیم، اینطور نگاه میشه بهش. حالا با چه هدفی؟ قطعا نمیاد اینو به عنوان امتیازش تلقی نمیکنه که بیاد بگه ببینید ما باعث شدیم که عرب و اسرائیل با هم دیگه نزدیک بشن، امتیازشو به ما بدید. نه، یعنی بیمنطقیش نتیجه عمل کرد، نتیجه وجود جمهوری اسلامی، ادامه اونچه که هست بیمنطق، هر چه که هست عمل کرده بیمنطقه. ببینید نزدیکی عرب به اسرائیل به نظر من یه روند تاریخی اجتناب ناپذیر بود. چند دهه پیش که من برای اولین بار به عنوان خبرنگار جوان به کشورهای عرب سفر میکردم، مسئله اسرائیل برای بسیاری از اعراب مسئله شماره یک بود، ولی به تدریج این مسئله شد شماره دو، شماره سه، شماره پنج، و بهتون میتونم بگم الان یکی از توکایی که من به کار میبرم این است در صحبت با اعراب مردم عادی، میگم که شما اون 10 تا موضوع مهمی که براتون هست چیه بگین. هیچ کدوم مسئله اسرائیل رو تو این 10 تا قرار نمیدن. یعنی یه موضوعی خط شده، تمام شده. یه موقع یه دکونی بود برای آقای ناصر، برای نمیدونم آقای صدام حسین، برای یاسر عرفات، برای چاپیدن مردم و پولدار شدن و فلان اینا، ولی الان واقعا کمتر عربی رو میشه پیدا کرد. حتی بین فلسطینی ها، من بسیار دوستان فلسطینی دارم و آشنایان فلسطینی، هیچ کدوم دنبال اون اوهامی که 30 سال، 40 سال، 50 سال پیش وجود داشت نیستن دیگه. خود رهبران فلسطینی حتی حماسی ها پذیرفتن که وضع موجود وضع موجوده، باید یه جوری باهاش کنار اومد. ماه آینده انتخابات فلسطین انجام خواهد شد. الان در مبارزات انتخاباتی صحبت از نابودی اسرائیل نیست، صحبت از اینی که چطوری یک دولت فلسطینی درست بکنیم، چطوری همزیستی بکنیم و غیره. یعنی این دکون تعطیل شده. آقای خامنه ای فقط اینو نمیفهمه، یعنی متوجه نیست که این موضوع یه موضوعی است که گذشته رفته، جزء تاریخ شده. هیچ عربی الان اگه یه کمی عقل داشته باشه نمیخواد زندگی خودش رو ریسک بکنه برای اینکه یه روزی بتونه اسرائیل رو نابود بکنه. الان در حال حاضر اسرائیلی‌ها فکر می‌کنن که تنها خطری که باش روبرو هستن یه عده دیوونه است که تو تهران نشستن، اونا ممکنه برای حفظ خودشون دست به ماجراجویی بزنن. ولی یعنی میفرمایید که این خطر، این احساس خطر در کشورهای جنوب خلیج فارس هم هست؟ این احساس خطر هیچ اثری در سرعت بخشیدن به این نزدیکی نداشت، دوستی بین عرب؟
نه بدون تردید اثر داشته، کاملا صحیح میفرمایید، ولی میخوام بگم که موتور اصلی نبوده. موتور اصلی تاریخی واقعا تحول جوامع عرب بود. جوامع عرب خوب ولاده عوض شدن، در این 50 سال جمعیتشون دو برابر شده، تعداد تحصیل کرده هاشون زیاد شده، اقتصادشون بهبود پیدا کرده، رفت آمدشون با دنیای بیرون زیاد شده. یعنی میدونین یه عکس فوری نبوده که همینطوری بمونه، این تحولات انجام شده. البته الان تهدیدی هم که از طرف گروه خمینیستی در تهران احساس میشه اثر میذاره، برای که میدونین شما وسط خاورمیانه یه وصله ناجوری داری، این که یه عده دیوونه نشستن نمیدونین چی کار میکنن، ممکنه فردا هر کاری بکنن. این خب مسلم این اثر میذاره، ولی روندهای دیگه هم همزمان با این جریان در خاورمیانه وجود داره. خب این وصله ناجور که شما اشاره میفرمایید تا چه اندازه تحمل پذیر هست برای اطرافیان در منطقه، برای اروپا، برای آمریکا، تا چه اندازه و برای آسیای میانه؟ چون در شمال ایران منطقه آسیای میانه هم هست، کشورهای شمال ایران، که اونها دارن برنامه ریزی های خودشون دارن، در شرق و غرب ایران، افغانستان و عراق هم دارن به طرف یه آرامش میرن برای یه آینده بهتر، حالا با حرکت کم و بیش کند تند هر چه که هست. در جنوب هم که وضعیت روشن. این وسط به قول شما تشبیه قابل تأملی است، وصله ناجور تا چند از قابل تحمل هست برای همه منطقه و جهان؟ ببینید سه تا عکس العمل میشه دید. یه عکس العمل این است که بسیاری از کشورها، به خصوص بعض کشورهای همسایه ما در آسیای مرکزی، در ماورای قفقاز و دیگه، دارن این تحمل رژیم کنونی است، ولی از دور، یعنی بهش نزدیک نشیم، ولی بدونیم که میدونیم مثل اینکه یه جزامی هستش، میدونیم نریم طرفش ولی کاری هم بهش نداشته باشیم. به همین جهت از اگه نگاه بکنین مناسبات اقتصادی، بازرگانی، دیپلماتیک و فرهنگی جمهوری اسلامی با اینا در حد اقل قرار داره. یعنی براتون جالب است که حجم تجارت جمهوری ترکمنستان در شمال خراسان ما با هلند به مراتب بیشتر از حجم تجارتش با جمهوری اسلامی. یعنی میگن دوری و دوستی، نه یا نزدیک به من. این یه عکس العمل. عکس العمل دوم این است که سعی کنیم شاید این دیوونه ها رو سر عقل بیاریم، که اروپایی ها خیلی این کار کردن بیچاره ها، البته به نفع خودشون هم هست، اگر یه بازار 80 چند میلیونی آزاد بشه، بچه آدم بشه، وارد دنیای امروز بشه، یه زندگی نرمال بشه، اینا خیلی بهشون کمک. ولی اونا هم الان فهمیدن که فایده نداره. یعنی بعد از 30-40 سال این وصله ناجور جور نمیشه. یک عکس العمل سوم هم فشارها و عملیات ایذایی موضعی و گاه به گاهی بوده. مثل که آمریکا این کار کرده، روسیه هم حتی این کار کرده علیه جمهوری اسلامی اسرائیل، البته کشورهای عربی، عربستان سعودی و کشورهای دیگه مثل ترکیه. یعنی این سه تا عکس العمل بودن، ولی هیچ کدوم نتیجه ندادن. برای اینکه این یه رژیم عادی نیست که باش بتونین با وسایل عادی دیپلماتیک یا نظامی یا سیاسی یا اقتصادی روبرو بشین. یه بیماری است که ما خودمون در ایران باید علاجش رو پیدا بکنیم، و اون موقع اگر این علاجش رو پیدا بکنیم که داریم به نظر من میکنیم، همون چیزی که نشون دادیم در اول برنامه که نشونه آگاهی مردم ایران از اون وقت، تمام دنیا اون سه گروهی که گفتم همشون به ما کمک خواهند کرد. مسئولان جمهوری اسلامی گفتن بارها و اخیراً هم که ما، خود محمد جواد ظریف وزیر خارجه فقیه اومده و گفته تکیگاه ما در سیاست خارجی برای سالهای آینده روسیه و چین هست. پکن آقای لاوروف هم به تهران رفته. آقای واقعا چکگاه حکومت هایی میتونن باشن یا اساسا این میتونه باعث ادامه چنین وضعیتی باشه؟ وجود آقای لاوروف رو در تهران داریم و اینکه چکگاه برای حکومت فقیه و امتیاز دادن های بیکران در
دریای خزر، اینها میتونه ضمانت کننده ادامه چنین وضعیتی باشه آقای طاهری؟ به این وجه ببینید در اون سندی که با چین آقای ظریف امضا کرده یک لغت خطرناک هست و اون لغت پروتکشنه، یعنی تحت الحمایه قرار دادن ایران به وسیله چین هست. یعنی میدونید ما هیچ وقت مستعمره نشدیم، هیچ وقت ما تحت الحمایه کسی نبودیم، ولی میدونید چین به هیچ وجه، من میتونم بهتون قول بدم که حاضر نیست در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کنه. جمهوری اسلامی رو به عنوان یک منبع مواد خام در نظر میگیره، نفت و گاز و اینا، و یه بازار برای اجناس خودش. چین اخیراً حتی یک روند اعتبار سازی برای ایران رو در بانک کلون که درست کرده بود اونم بسته، یعنی حاضر نیست یک قرون به جمهوری اسلامی بده، فقط میخواد این گاو رو بدوشه بعد یه لگد هم بهش بزنه. در مورد روسا هم همینطور. روسا بین مثلا پریروز آقای لاوروف در کنفرانس مطبوعش تو تهران جالب بود، گفت که بله داریم مذاکره میکنیم که اگه میشه یه قرارداد دراز مدتی با ایران ببندیم. نمیدونی که یه همچه قرارداد دراز مدتی 20 ساله که هست و تازه دو ماه پیش دوباره هم تمدید شد ولی هیچ وقت اجرا نشده. تجارت جمهوری اسلامی با روسیه 750 میلیارد دلار بود، یعنی مسخره است. روسیه جمهوری اسلامی رو فقط از نظر ژئوپلیتیکی نگاه میکنه، یعنی میخواد نگرش داره بیرون از بازار نفت و گاز که با خودش رقیب نشه، بیرون نگرش داره از مسیر شالوله‌های گاز و نفت و اینا، چون میخواد همش از طریق روسیه بره، از جمهوری اسلامی استفاده کنه برای نفوذ در خاورمیانه همینجوری که در سوریه کرده، از جمهوری اسلامی استفاده کنه برای استفاده از پایگاه‌های هواییش همینجوری که در جریان سوریه این کار کرده، و سرانجام برای دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس که از زمان پتروکبیر بوده. ولی هیچ گونه کمکی که یه ذره از منافعش به مردم ایران برسه جمهوری اسلامی نکرد. آقای لاوروف هم الان رفته به تهران برای دو کار. یکی اینکه به جمهوری اسلامی میگه که مبادا کاری علیه اسرائیل بکنی، به همین جهت جمهوری اسلامی هم هیچ کاری علیه اسرائیل نخواهد کرد، و دوم اینکه این کنوانسیون خزر رو که آقای روحانی رفت بدون اینکه بدون چی هست امضا کرد، اینو چرا به تصویب مجلس شورای اسلامی نمیرسونیم؟ بقیه امضا کنندگان این طرح اینو تصویب کردن در مجلسشون، فقط جمهوری اسلامی بوده، و به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه این کار رو بکنه، برای اینکه این به معنای کنار گذاشتن بیش از دو قرن منافع ایران هست در دریای مازندران یا کسپیان یا در دریای خزر. و من فکر میکنم هیچ ایرانی حتی خوارترینشون حتی خائنترینشون حاضر باشه یه همچه کاری رو انجام بده. وقتی این کنوانسیون رو آقای ظریف برد به مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت اون مجلس، 12 سوال به ایشون داده شد و بهشون گفته شد که تا این سوالا رو جواب ندین ما اصلا این کنوانسیون رو بررسی نخواهیم کرد. ایشون هنوز رفته این 12 سوال جواب بده و نمیتونه این 12 سوال جواب بده. و همین جهت به نظر من آقای لاوروف اومده بود که تهدید کنه، بگه که شما به ما احتیاج دارین، اگه این کار رو نکنین دیگه نه ما و نه شما. میدونیم الان جمهوری اسلامی پشتش به دیواره، یا باید این خواری و خفت رو بپذیره علنا به مردم ایران نشون بده که ایران رو حراج کرده، منافع طبیعی و تاریخی ایران رو زیر پا گذاشته، یا در مقابل روسیه بایسته. در اون صورت حرف آقای ظریف که چین و روسیه مدافعان ما هستند به هیچ وجه درست نیست. هیچ کسی روی اسب مرده یا در حال نز یا در حال نیمه مرده شدن شهروندی نمی کنه. بله، به خصوص اینکه اسبی هم در کار نباشه، مثلا چهارپای محترم دیگری در مثال مناقشه نیست، مثل قاطر باشه که در مسابقات بخواد شرکت کنه. به ظریف هم در این نشستی که داشته تهدید کردی که اگر ادامه بدی فشارها رو من نامزد
ریاست جمهوری میشم، اینم نوعی تهدیده به اصطلاح برای اینها. و لاوروف رو شاید بشه اینطورم تعبیر کرد، یعنی من فکر میکنم که مثلا مثل اینکه کسایی میخواستن دعوا کنن، یکی زورش نمیرسید میسپرد بقیه بگیرنش که نکن و نزن و اینها. اینها هم همینطور، تا به حال اقداماتی که اسرائیل کرده واکنشی نداشته، چه در اسرائیل چه در سوریه و چه در جاهای دیگه. بنابراین یه همچین وضعیتی که هست، یه همچین منظری که هست، ما میبینیم مذاکرات وین هم جریان داره و آمریکا دورتر از مذاکرات، جمهوری اسلامی هم همینطور مستقیما با هم مذاکرات در جریان نیست، پشت پرده احتمالاً. این به کجا خواهد رسید؟ آیا میشه با یک همچین مجموعه‌ای که شما اشاره کردید قابل تعریف نیست، میشه به توافقی پایدار رسید؟ شبیه همون چیزی که در زمان اوباما بود، حتی از اون بیشتر آیا، که به سرانجامی نرسید؟ بله، ببینید اوباما واقعا حسن نیت زیادی داشت نسبت به جمهوری اسلامی، خیلی علاقمند بود به جمهوری اسلامی و ریسک‌های بزرگی هم گرفت. ولی یه چیزی که آقای اوباما متوجه نبود، حتی یه مثلا فتوا جعل کرد که گفت آقای خامنه‌ای یه فتوایی داده که من دیدم، که البته هیچ کی دیگه هم ندیده، ولی متوجه نبود که جمهوری اسلامی اگرم بخواد بیاد تو دور، چون یکی از صحبت‌های آقای اوباما این بود که let's bring the Iranians into the dance، بیاریمشون تو رقص. متوجه نبود ایشون که جمهوری اسلامی نمیتونه، یعنی میتونه اگرم بخواد نمیتونه، برای اینکه نیروی مکانیسمی وجود نداره در این رژیم که بتونه این کار رو انجام بده. یعنی مسئله باز برمیگرده به تهران، مشکل در تهرانه، در واشنگتن یا جای دیگه نیست. میدیم مردم ایران هم این شعاری که میدن مشکل همینجاست نه آمریکا، کاملا نشون میده که این موضوع رو درک میکنن. حالا فرض کنین که اومدن به یه توافقی رسیدن که تحریم ها رو دوباره معلق بکنن، یعنی مثل دوران آقای اوباما بشه، جمهوری اسلامی هم اورانیوم قلی نکنه، چی میشه؟ باز میدین تمام شرکت های دنیا نگاه میکنن به جمهوری اسلامی، میدن این تحریم هایی که معلق شده دوباره ممکنه برگرده، همجور که یه دفعه دیگه هم برگرده. هیچ که حاضر نیست میدینه روی یه وضع علا کلنگی بیا سرمایه گذاری بکنه، به خصوص سرمایه گذاری مدتی که ما لازم داریم برای مثلا نجات صنایع نفت و گاز و پتروشیمیمون، مبالغ هنگفتی سرمایه گذاری لازم است که سالها هیچ کی نمیتونه بر اساس 3 ماه حالا 4 ماه بعدم ببینیم چی میشه بیاد سرمایه گذاری کنه. به همین جهت هست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی 8 میلیارد دلار، در ترکیه 450 میلیارد دلار. یعنی نشون میده چه تفاوتی وجود داره. بله، خب در یه همچین وضعیتی که هست، بنابراین نمیشه انتظار داشت، یا اونطور که برخی در خود مجموعه ایران حکومت فقیه هستن انتظار دارن، چون این مذاکراتی بتونه به جایی برسه، به توافقی برسه، چون بالاخره تکلیف روشنه با کره شمالی، با یه ساختاری دارم طرفه، با در سوریه هم حتی همین هست، بالاخره حکومتی بر سر کار هست که میشه باش به توافق رسید یا نرسید. ولی در این مجموعه این امید تا چه اندازه به اصطلاح واقعی هست یا میتونه به ثمری برسه این مذاکرات وین، وقتی ما به جایی میرسیم که کسی مانند هاشمی طبا از مدیر همیشه مدیران جمهوری اسلامی میگه آقا هیچ کس دیگه توان حل مسائل کشور رو نداره. وزیر کشور بوده در دوره مغروق عالم اسلام هاشمی رفسنجانی و اینها، و میگه این وضعیت دیگه به جای رسیده قابل حل نیست. این رو مثلا اروپایی ها نمیدونن، قطعا میدونن. آمریکایی ها نمیدونن، قطعا میدونن. و در داخل ایران آیا به جای میرسه این مذاکرات به مذاکرات به هیچ جا نمیرسه، یا اگر به جایی برسه اون جایی که بهش رسیده هیچ جاست. برای اینکه میدونید مذاکره دو طرف داره،
داد و ستد هست، شما یه چیزی میدین یه چیزی میگیرین و اون کسی که بهتون یه قولی میدونه میده میتونه اون قول رو برآورده بکنه. ولی جمهوری اسلامی همین برجامو که دید، برجام که هیچ کس امضاش نکرده، برای این کسی جرأت امضا کردنش رو از طرف جمهوری اسلامی نداشته. یعنی اینا هم میخوان لاپوشونی بکنن هم میخوان دیپلماسی معمولی بکنه که نمیشه. یعنی میدونی یه چیز کاملا بیخودی هستش، مکانیزمی برای کنترلش وجود نداره، بخش های عمده ای از اقتصاد و صنایع این را گذاشته زیر کنترل خارجی، ولی از اون برم چیزی گیرشون نیمده. یعنی واقعا افتضاح. در مورد چین هم همینجوری میگن که ما این چیزی که امضا کردیم یه بیانیه مطبوعاتیه ولی یه قرارداد مخفی هم هست. ببین همچین چیزی نمیتونه وجود داشته باشه، برای که قراردادها بایستی در دفتر سازمان ملل در ژنو به ثبت برسن، بعد مکانیزمی برای داوری درشون وجود داشته باشه. یعنی نمیشه این شطور سواری دولا دولا، نمیشه لاپوشونی، نمیشه حقبازی، تقیه، کتمان. این گرفتاری جمهوری اسلامی هستش، برای که خودش میگن در زرون وصل یه عربا دارن میگن الخائن خائف، یعنی کسی که خائنه ترسو هم هست. اینا جرأت اینا ندارن که بیان این کارهایی رو که میگن امضا بکنن. آقای روحانی رفت کنوانسیون خزر امضا کرد، میدونست که این کنوانسیون بدون تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجرا نیستش. بعدم به محض اینکه برگشت به تهران گفت که من بله وقت نداشتم اینو مطالعه کنم اینا، ولی 20 سال مذاکره شد. یعنی من نبودم، بهم گفتن برو. این کی بود من نبودم. در همه زمینه ها نگاه کنید، هر اقدامی رو که جمهوری اسلامی کرده اگه نگاه بکنید نمیتونید بگید که کی مسئولش بوده. سفیر جمهوری اسلامی در روسیه میگه که متاسفانه دوستان روس ما به این توافق 20 ساله که داشتیم که حالا دوباره تمدید شده به طور اتوماتیک عمل نکردند، بیوفایی کردند. میدونی بعد از 20 سال هیچ کی نمیگه که اینو کی امضا کرده، کی در این 20 سال اومده گفته آقا شما چرا اجرا نمیکنید، چرا این وعده های دروغی به ما میدین. بعد آقای ظریف رئیس این سفیر محترم ما در مسکو میگه که ما تا حداقل برای 10 سال به روسیه و چین وابسته است. یعنی این یه قاراش میشه عجیبیه، چطوری اینو تحلیل بکنیم؟ یعنی واقعا من به عنوان یه مفسر متواضع نمیخوام بگم حالا من مثلا بهترین یا مهمترین چیزه، ولی خب بالاخره اوضاع احوال خیلی کشورها رو من تفسیر میکنم، راجبش رو مینیسم، ولی جمهوری اسلامی نمیشه. بله خب به همون دلیلی هم که اشاره شده، بارها اشاره کردیم، در وضعیتی هست که تجربه است، تجربه ملایان شیعه است بر حرکه قدرت. اما صفاتی هم که به کار میاد قابل تأمل هست در مورد آمریکا که این بد اخلاقی کرده دولت آمریکا. الان هم دیدم شیخ پرزیدنت برعکس آمده و گفته این خباثت اسرائیل در تأسیسات اتمی نتنز، خباثت اسرائیل منفجر شده در اونجا. آقای طاهری یک صحبتی رو من اشاره کردم بهش، محسن رضایی آمده و گفته دستگاه اطلاعاتی ما 30 ساله که به اصطلاح پاکسازی نشده، و بعد نشونه هایی میبینیم، اسنادی گونی گونی از ایران منتقل میشه به اسرائیل و اتفاقات زیادی، نشونه های بسیاری که خود بینندگان در جریان هستن. تا چه اندازه دستگاه های اطلاعاتی اینها، این مجموعه همچنان یعنی قدرتی داره جز موارد مربوط به داخل ایران که رفتن به طرف جوانای مردم رو گرفتن و اینها، تا چه اندازه بروز هست در قیاس حتی با کشورهای همجوار خودش؟ ببینید چون در جمهوری اسلامی سلسله مراتب تصمیم گیری و اعمال قدرت مشخصی وجود نداره، یعنی معلوم نیست کی به کیه. بحث در این باره واقعا کار سختیه. جمهوری اسلامی 9 دستگاه متفاوت امنیتی داره که بعضی وقتا علیه همدیگه هم کار میکنن و حتی همدیگه رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و زندان میکنن. مثلا آقای احمدی نژاد کمک کرد این گروه به اصطلاح لابیگران ایرانی رو درست کرد که بعد آقای ظریف هم به اصطلاح ادامهش داد. از یه طرف دیگه
یه دستگاه دیگه میاد همین لابیگران رو میگیر زندانی میکنه، که الان تعدادی از گروگانهای ایرانی آمریکایی که در تهران هستن جز اینا هستن. یعنی گروه های مختلفی هستن که به جاهای مختلف گزارش میدن، ممکنه با جاهای مختلفی هم سر و کار داشته باشن، ممکنه روسا در بعضیشون نفوذ کرده باشن، آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، سعودی‌ها، ترک‌ها یا هر کسی دیگه‌ای. یعنی برای اینکه وقتی یه بلبشوی اینجوری باشه و کنترل دست هیچ کسی هم نیست و معلوم نیست که مسئول اینا کی هستش، شلوغی عجیبی به وجود میاد. یعنی اخیراً دیدیم که خود وزیر اطلاعات، یعنی وزیر اطلاعات و امنیتشون رو بهش حمله کردن، گفتن این حرفا چیه داری میزنی. یعنی یه سیستم پراکنده‌ای است که میخواد به صورت یک سیستم شمولگرای متمرکز عمل بکنه، درست یا برعکس طبیعت خودش. خب این نمیشه و نتیجه این است که ایران الان یک کشور بی‌دفاع شده، هم از نظر نظامی هم از نظر امنیتی. روزی نمیگذره که به مرزهای ما حمله نشه، هیچ کسی داره نمیتونه کنترل بکنه، روزی نیست که در گوشه کنار کشور اتفاقاتی نیفته که واقعا نباید بیفته. یعنی این گروهی که الان مدعی هستن که برای ایران حکومت میکنن، یعنی گروه آقای خمینی و بازماندگانش، اینا واقعا بر ایران مسلط هستن به زور و با کنترل پول، و در ایران حکومت نمی کنن. این حکومت کردن یه چیز دیگه هست، عملا کنترل میکنن. و در جنگ سرد با اون همه دقت و اون همه دیوارهای آهنین و این حرفا از دو طرف مأمور میخریدن با قدرت دلار هر چی که بود، یا روبل یا هر چی که بود، اردوگاه شهر. الان که دیگه جمهوری اسلامی با این وضعیت که هست که اشاره کردید، خب قابل خرید و آماده برای فروش هر گونه اطلاعات هستن. اما این منظر رو وقتی ما تصویر میکنیم، آقای تاری، مجموعه‌ای که در ایران هست که حکومت تعریف پذیر نیست، کشورهای منطقه جنوب ایران به سمت یک دوستی دارن میرن و یک آینده اقتصادی طراحی شده، در شمال ایران هم وضعیت به همون شکل، سرمایه هایی که منتظر به زمینه عمل هستن گسترده‌تر و گسترده‌تر. اروپا میدونه در ایران چه خبر هست، به روی خودش نمیاره. چین و روسیه هم گاو شیرده ایست دارن میدوشن دیگه آخرین قطره های شیر ایران. آمریکا هم قطعا در جریان هستن، چه دولت بایدن پیش از اون که قطعا ترامپ رفتاری که داشتن و دولت های پیشین، همه اینها هست. اما مردم ایران همچنان زیر فشار هستن. تا چه اندازه مردم ایران میتونن تعیین کننده و تغییر دهنده اوضاع کنونی باشن و همه ورق ها رو در اطراف و عرصه بین المللی به سود مردم ایران برگردونن؟ ببینید، من فکر میکنم که الان ما در یه وضعی قرار گرفتیم که باید کوششمون در داخل ایران معطوف باشه به آماده شدن برای قبض قدرت در سطح محلی. و نمونه های اینو چند بار دیدیم، مثلا دو سال پیش ناگهان مردم بوشهر رفتن تمام دستگاه های دولتی رو اشغال کردن، البته برای یه روز و نصفی، ولی میدونید یه تمرین بود. در شهریار نزدیکی تهران همین اتفاق افتاد. یعنی بایستی آماده باشیم برای یه موقعی که رژیم کنونی دوچار اون سقوط سیستمیک میشه. این در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، در مثلا چکسلواکی کمونیست، در لهستان و غیره. هر کس در محل خودش، در شهر خودش آماده باشه که اون بخش کوچیکی از ایران بزرگ رو زیر کنترل مردمی در بیاره. اینا بعدا به هم وصل میشن، یه دولت جدیدی در ایران به وجود میاد که ممکن دولت ایدئال بنده و جناب عالی هم نباشه، ممکن هم خیلی هم دموکراتیک نباشه، ولی به هر حال یه دولتی خواهد بود، یه سرسامانی خواهد بود. برای اینکه این جامعه مثل طبیعت از خلاء میترسه. ما نمیخوایم در ایران هرج و مرج و آشوب و کشتار و جنگ داخلی بشه. اون اشتباهی رو که مردم سوریه کردن ما نباید بکنیم. اشتباه مردم سوریه در قیامشون علیه
به بشار الاسد این بود که آمادگی حفظ خودشون رو نداشتن. مثلا به شهر درعه در اشغال مخالفان آقای اسد قرار گرفته بود، ولی اینا هیچ گونه آمادگی برای اداره اوضاع، برای نگه داشتن برق و آب و نمیدونم رفت و آمد و اینا نداشتن. این باید کوشش در خارج هم کوشش ایرانی ها میلیون های ایرانی که در خارج هستن بعد آگاه کردن افکار عمومی جهان باشه از اوضاع ایران، که شما با در ایران کنونی با فقدان یه دولت روبرو هستین، میدونین، و شما با یک مرد نامرئی، یعنی یه چیزی که وجود نداره، نمیتونین یک تفاهم استراتژیک و فرابودی و دراز مدت داشته باشین. ما میدونین هر مسئله اصلیمون بازسازی دولت ایران است، بازگشت ایران به عنوان یک دولت ملت است. یعنی شما ایران رو در حال حاضر این لکه ناجور، این مجموعه حکومت فقیر رو و اوضاع رو در آستانه چنین وضعیتی میبینید به طور کوتاه؟ بله بدون تردید در آستانه همچی وضعیتی هست. متأسفانه من پیغمبر نیستم، حالا ممکنه دیر یا زود داشته باشه، ولی اوضاع کنونی ایران، این رژیم در بنبست، ایران رو هم برده در بنبست، هیچ کاری نمیتونه بکنه، نه مثبت نه منفی، موضوع شخصی هم نیست. فرض کنین رهبران کنونی رو بردارین، همه رو به فرشته به جاشون بزنین، فایده نداره. یعنی یه سیستمی است که نمیتونه هیچ کاری بکنه، میدونی، یه چیزی است که مصرفش تموم شده از نظر تاریخ. بله قسم پیش بینی نبود، طبعا اوضاعی که هست نشونهایی که هست. سپاس بسیار از شما آقای امیر طاهری، با سپاس بسیار و به امید دیدار هرچه زودتر در تفسیر خبر، شماره های آینده تفسیر خبر. و الان هم دیگه به راحتی بین پاریس و بین لندن و پاریس میشه رفت و آمد کرد با محدود بله. شدن هنوز یه مدتی در لندن خواهم بود، ولی ممکنه یکی دو سه روزی به پاریس سر بزنم ولی برمیگردم بدن. در حال به قول ما بختیاری ها، اینم نوعی یه لاغ گرم شیره دیگه بین لندن و پاریس. من همیشه سعی کنم در دوران آوارگی و تبعید این تصور رو داشته باشم که در حال سفرم و بالاخره برمیگردم به ایران. قطعا هم همینطور خواهد بود بدون هیچ تردید، به اهواز هم حتما و به مسجد سلیمان قطعا بدون هیچ تردید. سپاس بسیار آقای امیر طاهری گرام، با سپاس. همراه شما عزیزان خواهیم بود آنچه که خانواده رفسنجانی میگوید. چند خبر هست با هم مرور میکنیم. اشاره کردم به اون چی که محسن رضایی گفت، از مسئولان سپاه پاسداران، گفته که اسرائیل یک حفره امنیتی در ایران ایجاد کرده و دائم در حال عملیات و آخرینش هم از نظر حیثیتی رخداد بدی بود. حیثیتی جمهوری اسلامی و حیثیت وضعیت واکسن کرونا هم که شما عزیزان بهتر از من میدونید، متاسفانه جز ابراز تاسف چه میشه کرد برای تأمین واکسن کرونا برای مردم ایران هموطنان عزیز. مطمئن هستم در شرایط مناسب بودند، هستند ایرانیان بسیار در خارج از کشور که آماده هستند کمک کنند، تأمین کنند واکسن مورد نیاز مردم رو تا اندازه‌ای حداقل. اما وضعیتی که هست در ایران، خب پولها برای موارد دیگری به باد میره. مسئولان جمهوری اسلامی البته به ساختمان‌های ضد باد هم تبدیل میشه، چه در ایران چه در کانادا، آمریکا، اروپا و جاهای دیگه. و اما نکته‌ای هست، من مایل هستم که صحبت دربارش مختصری صحبتی داشته باشیم. اولا اینکه این مجموعه که در ایران هست، من بارها اشاره کردم، مجموعه تعریف پذیری نیست، یک تجربه است گران قیمت که سرانجامش مانند
حکومت اشغالگران در اومده در ایران، چون چه که انجام شده در این 42 سال عمل کردی شبیه اشغالگران بوده در طول تاریخ. این مجموعه که بر سر کار اومدن در پی امواج انقلابی به هر حال، و در حال حاضر هم مجموعه ای هستش که شبیه هیچ جا در هیچ کجای دنیا نبود و نیست. رؤسای جمهوری ولی فقیه همچنان در صحنه هستن، اونهایی که قصد دارن رئیس جمهور بشن باز هم در صحنه هستن، حتی اونهایی که رفتن از میون در صحنه هستن، مثل هاشمی رفسنجانی مغروق عالم اسلام از طریق خانواده او و کسانی که در دولت او عضویت داشتن، مانند آشتیانی که با افتخار اومده وزیر کشور بوده در دولت او و سمت های دیگه هم داشته، افتخار کرده با افتخار که من شکنجهگر بازداشت شدگان اوایل انقلاب بودم، بازجوی اونها بودم، اعدامهای بر پشت بام مدرسه علوی و بعدها، و خانواده رفسنجانی. من اخلاق این رو ندارم یا این اخلاق رو ندارم که کسانی پدرشون، مادرشون، برادرشون، همسرشون خطاکار بودن، جنایتی مرتکب شدن، به حساب دیگران بگذاریم، فرزندان و کسان اونها بگذاریم. اما وقتی که اعتبار اون شخص زمینه ساز حضور اونها هست در صحنه، مثل هاشمی رفسنجانی، بنابراین شریک هستن در این داستان. شما یا خانم عفت مرعشی همسر آقای رفسنجانی که آمدن و گفتن حق هاشمی این مرگ نبود، دختر ایشون که بسیار فعالیت دارن، فائزه هاشمی، که حرفایی زده میشه از زبان ایشون یا خود ایشون میگن که قابل تأمل هست، این همه در هم و بر هم صحبت کردن، من رأی نمیدهم، اگر رأی بدهم اینطور میشود، اگر چنین باشد رأی میدهم، اگر محسن باشد رأی نمیدهم، آلترناتیوی باقی نمونده، ولی من برانداز نیستم. چرا حرف رو یکسره نمی کنید؟ شما به هر حال ته قضیه به این علی خامنه‌ای نوعی وفادارید، به همین دلیل برانداز نیستید. و این همه زینب رو مثال زدید، چرا جرأت نمی کنید و نمی آید و مستقیما بگید بر سر پدر شما، همسر شما چه آمده؟ کشتن نکشتن، برانداز نیستید. پس این حکومت رو خواهان باقی ماندنش هستید با جلد و شمایل دیگری که شما وطن کنید. هاشمی رفسنجانی یکی از مؤسسان این مجموعه بود و در دوران ریاست جمهوری او و ریاست مجلس و ریاست‌های دیگر جنایات بسیاری در ایران انجام شد، کشتارهای بسیاری انجام شد. چون این شخصی اگر قابل فهم است به عنوان همسر و پدر، مورد احترام، اما استفاده از تریبون ها و ستایش از چنین شخصی قطعا بی حاصل است، چون مردم ایران میدونن هاشمی رفسنجانی چه کرد و چه بر سر ایران و مردم ایران آورد. سپاس از شما که همراه ما بودید تا این لحظه. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد ما.